بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز در هر جایی که هستین، در پناه خداوند منان باشین. امیدوار هستم که در جلسات مضمون مدیریت پروژه موفق بوده باشین و درس های قبلی را به شکل درست و سیستماتیک درس خوانده باشین و نوت پایت هایتون پیشتان باشد تا بتوانیم مفاهیم جدید شما چیکونه یاد بگیریم. دوستان عزیز، چقدر خوب هست که شما همیشه در درس هایتان از تنها به ویدیوها اکتفا نکنین، همیشه کتاب ها مواد های درس را سر بزنین. مفهوم ها که پیچیده هست باید جستجو بکنین، تحقیق جز زندگیتان بکنین تا بتوانین یک زندگی پویا و مشخص داشته باشین. اما در ضمن دوستان، شما نیاز دارین که به خاطر اینکه بتوانین یک مدیر خوب در سطح سافت ور باشین، بتوانین پروژه های مدیریتی رو موفقانه پیش برین، شما نیاز دارین که از تجربه فوق العاده چی باشین، برخوردار باشین. به خاطر تجربه شما نیاز دارین با تحقیق، نوآوری، خلاقیت و کوشش بکنید با پروژه هایی که در بیرون هست وصل شوید و با کارهای تیمی باید بپردازین و در سطح مدیریتی نقش داشته باشین تا بتونین که چی باشین، یک مدیر فوق العاده در بخش پروژه ها باشین تا از زمینه های فکری شما افراد دیگر در سطح جامعه چگونه استفاده بکنن. دوستان عزیز، پیش از اینکه پلان گذاری مدیریت محدوده رو آغاز بکنیم، چقدر زیبا هست که ما بتونیم یک مرور گذرا و ویدیوهای قبلی بزنیم تا ویدیوهای قبلی زمینه شوند برای درس های جدید. و میریم بخیر، ما در بحث بعدی صحبت میکنیم که اجرای کار مطابق محدوده پروژه ما صحبت کردیم که کارهایی رو که میکنیم را باید در فریم ورک یا در چارچوب خود پروژه چه شوند اجرا شوند. که یک از بحث های بسیار عمده بود که بخش در دو نقطه اساسی چرخ میخورد. یکی بسته های عمده کار بودن که ما مشخصا رابطه با او حرکت بکنیم، دوم محصول قابل تسلیم دهی بود در اجرای کار مطابق محدوده پروژه بودن. دوستان، در بسته های عمده کار ما مشخصا رابطه با تقسیم پروژه به بخش های متعدد ما صحبت کردیم. در محصول قابل تسلیم دهی که تمام تمرکز تیم و مدیر پروژه بایسته که بتونه پروژه را با بسیار با مؤثریت، با کیفیت، با اخلاص حرکت بده، به هدف چکنه نزدیک بکنه و این هدف که به دست آورد، نتیجه پروژه محصول قابل تسلیم دهی برای چی میشن؟ برای کسانی که شما پروژه رو برشان چی میکنین؟ طراحی میکنین. ما مثال ها از سافت ویر زدیم، از پروژه های دیتابیس زدیم. شما این مثال ها رو همیشه در تتر فکرتان چی کنین؟ قرار بدین. ضمن دوستان، ما معلومات زمان بندی پروژه را به صورت دقیق بحث کردیم که زمان بندی پروژه برای شما کمک میکنه تا افرادی که در بخش های متعدد کار میکنن نظر به زمان حرکت بکنن، نظر به زمان کار خود مدیریت بکنه و این زمان بندی باعث میشه که پروژه و گزارش دهی برای شما چی شوند؟ ساده تر شوند، که هر فرد نظر به کاری که میکنه گزارش به مدیریت کل پروژه چکنه بفرسته تا شما از جمع بندی کارهای اینها نظر به زمان بتونین که هدفهای آینده را چکنین قابل پیش بینی بسازین. و جزئیات زمان بندی رو ما بحث کردیم که تعیین روزها، ساعات کار مورد نیاز برای هر فعالیت در پروژه چی بودن؟ مطرح بودن. این بسیار یک اصل اساسی بودن. اما درس امروز پلانگذاری مدیریت محدوده که چه قسم ما مدیریت محدوده ها رو پلانگذاری میکنیم دوستان، چه نقاط بسیار مهم هست و چه نقاط بسیار ارزشمند هست که ما بتوانیم از اینها استفاده کرده تا پلانگذاری خود در سطح محدوده پروژه چی کنیم؟ مطرح بسازیم. دوستان، پروسه مدیریت محدوده پروژه یک صفت تفصیلی است و منفعت کلیدی این پروسه این است که مرزهای محصول خدمات یا نتیجه را مشخص میکنند. دوستا، وقتی که ما میگیم تفصیلیست، یک فهم، یک فریمورک، یک چارچوب فکری برای شما میسازن تا بتونن شما نتیجه را چیکنین، محصول نتیجه را و اینها را چیکنین نظر به نیازمندی ها مشخص بسازن. و مشخص ساختن محصول، نتیجه و نیاز مطابق نیازمندی های داخلی شما را کمک میکنند تا بتونن خروجی پروژه را مشخص بسازن. این یک از بحث‌های بسیار حرفه‌ای و تکنیکی در سطح مدیریت پروژه هست. اما ما میتونیم در هفت پروسه اونده که ما امروز روش بحث میکنیم محدوده پروژه رو چکنیم مشخص بسازیم. یعنی شما میتونید با این هفت نقطه اساسی محدوده پروژه رو چکنید، تعریف بکنید و محدوده پروژه که تعریف میشه، افرادی که در سطح پروژه کار میکنن مطابق این محدوده چی میکنن؟ فعالیت میکنن. نمیشه دوستا که شما بدون محدوده کاری یا هیئت کاری یا ساختار کاری شما چکنید کار بکنید. حتما یک فریم ورک، یک ساختار کاری برای شما وجود دارن تا بتونید از ساختار به خاطر پیشبرد اهداف پروژه چشان استفاده شد. اولین نقطه دوستا پلانگذاری مدیریت محدوده است که چه قسم ما روی مدیریت محدوده پلانگذاری میکنیم.
پلانگذاری به این معنی است که ما یک پلان عمومی می داشته باشیم، بعد در ساختار پلان عمومی ما اکشن پلان های خورده می سازیم تا در این طرح ما چی شویم؟ موفق شویم. نقطه دوم جمع‌آوری نیازمندی هاست. ما نیازمندی ها را چی میکنیم؟ جمع‌آوری میکنیم. ببینیم که در سطح داخلی و خارجی در محدود پروژه چی نیازمندی های وجود دارند. ما ممکن است نیازمندی های منابع بشری داشته باشیم، نیازمندی های ساختاری داشته باشیم، نیازمندی های خارجی داشته باشیم، نیازمندی های داخلی داشته باشیم. تمام این نیازمندی ها رو ما چی میکنیم؟ ریز میکنیم تا نتیجه باشه برای ما چی ساخت پلان مدیریت محدوده. تعریف محدوده، ما چارچوبش چی میکنیم؟ مشخص میسازیم. چارچوب چی؟ از لحاظ نتیجه، از نتیجه گرفته تا نیازهای اولیه که در سطح یک پروژه وجود دارد. ما رو چی میکنیم؟ تعریف میکنیم. ایجاد ساختار شکست کار، ما کارها را در این قسمت خرد میسازیم. همان طور که ما در بحث قبلی صحبت کردیم روی تقسیم پروژه به بخش‌های مشخصش در بخش سافت‌ویر، همینطور ما بتانیم اگر مدیریت ساختار فریمورک مدیریت پروژه رو چی کنیم به شکل مفق‌آمیز پیش بریم، ما نیاز داریم که این پروژه رو چی کنیم؟ ساختارش رو تعریف بکنیم، این پروژه رو از حالت کلی به جز تقسیم بندی بکنیم و جزئیات رو بفرستیم به هر فرد متخصص، به هر تیم متخصص تا رویش آن چیکنه کار بکنه. ارزیابی محد پروژه چی قسم ای حیطه یا محدودی پروژه چی میکنیم؟ ما ارزیابی میکنیم. ارزیابی از لحاظ کیفی، زمانی، بودجه‌ای، از لحاظ موفقیت، از لحاظ هایا که پروژه ما نیازمندی مشتری رفع میکنه یا نمیکنه، آیا مشتری از ما خوشحال است یا نیست، اینها چیزهایی هستند دوستا که باعث میشن که ما پلان گذاری خود را بسیار به صورت دقیق چی کنیم اجرا بکنیم. کنترل محدوده، یک زمان هست پروژه مشخصا روی پیرول منیجمنت سیستم هست، همین مثال من ادامه میدم در ویدیوهای متعدد دوستا شما در جریان باشین. پیرول منیجمنت سیستم یک محدوده دارن، این محدوده زیر ما باید چی کنیم؟ کنترل بکنیم. نمیشه که تیم ما خارج از محدوده چی کنه کار بکنن، که این یک از بحث‌های خیلی عرفوی نیست. ما باید کنترل بکنیم که افراد ما که یا تیم ما که سطح پروژه کار میکنن حاشیه‌ای نکنن، به کارهای بیرون از محدوده پروژه فعالیت نکنن. پس ما معمولا نیاز داریم که چی کنیم؟ کنترل کنیم. تعیین محدوده است، ما مشخص بسازیم مرزهای پروژه رو باید چی کنیم؟ مشخص بسازیم. به فرض مثال سافت‌ویر پیرول هست، ما میگیم که پیرول فقط کارش چیسته؟ مدیریت بخش فایننس یا سیستم پیمنت یک اداره است. در این چی کار است؟ مشخصات کارمندان تعریف میشن، افراد مشخص در این کار میکنن، سیستم پروسه اطلاعاتش باید به صورت شفاف باشه، سیستم معاش به صورت ماهوار است، به صورت ساعت است یا به صورت هر سال پرداخت میشن، گزارش دهیش به چه شکل است. ما تعیین چی میکنیم؟ در این سافت‌ویر تعیین محدوده میکنیم. اگر اینها تعریف نشن مشخصا شما به اهداف پروژه نزدیک شده نمیتونید. پس کنترل محدوده و تعیین محدوده برای پروژه یک اصل هست، شما باید اینها رو چیکونید؟ تعریف بکنید. و چیزی که بسیار مهم است در سه سافت‌ویر ها، شما دوستا وقتی ریکوایرمنت یا نیازهای اولیه را توسط تیمتون جمع‌بندی میکنید، در اینجا تعریف میشه، در اینجا تعریف میشه که مشتری نظر به این نیازمندی هایی که دارن ما پروژه رو بهشون تعریف میکنیم و این کانترکتی که بین یا قراردادی که بین تیمی که پروژه رو میسازه و تیمی که پروژه رو نیاز داره که برشون میسازن چی میکنن؟ اینها این نیازها رو پیش از پیش ساین میکنن، امضا میکنن تا بر اساس ازی کار پروژه چشان پیش برن. پس تعیین محدوده، کنترل اینها، همهشون در ساختار پروژه ابتدا چی میشه؟ تعریف میشه تا بتونه تیمی که پروژه رو به صورت موفق‌آمیز پیش میبره از لحاظ ساختار، از لحاظ کیفی، از لحاظ بودجه دچار چالش نشوند. و در اینجا قابل ذکر است یا قابل یادآوری است که شما باید بفهمین، البته پیش از اینکه ما بتانیم کار تقسیم بکنیم یا پیش از اینکه ما نیاز داریم محدوده پروژه را ارزیابی بکنیم یا مشخص بسازیم، ما در دو نقطه اساسی باید بیشتر توجه بکنیم. یکی تعریف محدوده است، دوم تعیینش است. ما تعریف بکنیم که این چارچوب است، این فریمورک است، در این بخش ما چی میکنیم؟ فعالیت میکنیم. و بعدش نقطه بعدی باید چشان تعیین محدوده شون که کدام از کدام ساحات ما کار میتونیم چی کنیم؟ آغاز بکنیم و با کدام نقاط ما میخواییم چی کنیم؟ خاتمه بدیم. پس نظر به این نقاط ما میتونیم که پلان مدیریت محدوده خود چی کنیم؟ موفق بسازیم، یعنی بتونیم که در یک چارچوب مشخص پروژه چی کنه؟ رشد بکنه و انکشاف بتیم تا تبدیل به یک نتیجه موفق در سطح کمپانی شد. این بحث پلان گذاری مدیریت محدوده است، اما برآورد یا سنجش تلاش
چه قسم ما تلاش هایی که در سطح پروژه شکل میگیره ما رو چی میکنیم؟ برآورد میکنیم یا سنجش میکنیم. این یک بحث است، اما در کل پروژه های صدق میکنه، چی در پروژه های توسعه است، اقتصادی است، چی در پروژه های اکادمیک است. در ویدیوهای قبلی ما بیشتر مثال های خود از پروژه های اکادمیک بزدیم، اما اینجا ما بیشتر بحث های خود را نسبت به سافت‌ویر میتیم، چون مدیریتی پروژه های تکنولوژیکی هستند. دوستان شما بتوانید تلاشی که صورت میگیره در سطح پروژه اینها رو چی کنین؟ برآورد بکنید، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ بودجه. اینجا به سلاید برمیگردیم، میگه برآورد تلاش های عبارت از روند تخمین تعداد ساعات کاری مورد نیاز پروژه و تخمین میزان فعالیت های مورد نیاز در هر ساعت است. یعنی ما در اینجا پیش از اینکه ما بتوانیم در مرحله ختم پروژه را برسانیم، ما پیش از پیش تخمین میزنیم تعداد ساعت کاری را، تعداد ساعتی که لازم هست در چی ساخت یک پروژه. یعنی ساعت کاری را ما باید مشخص بسازیم، چی در کل پروژه، در ساختار کلی پروژه، چی در ساختار جزئیشون که ما پروژه را به بخش های متعدد چی میکنیم، تقسیم بندی میکنیم و اینها راجع میسازیم که افرادی که در هر بخش کار میکنن، در هر بخش پروژه فعالیت میکنن، نظر به زمان خود چی کنه؟ حرکت بکنه مورد نیاز پروژه و تخمین میزان فعالیت های ما رو در هر ساعت حتی ما چی میکنیم؟ پیشبینی میکنیم. برای هر عضو پروژه که بر اساس آن زمان تکمیل پروژه پیشبینی میشود، یعنی هر عضو پروژه باید در قسمتی ساختار پروژه که بخش پروژه مربوط آن میشه نظر به زمان چشان حرکت بکنه. پس این برآورد سنجش یا تلاش باعث میشن که پروژه ها از نقطه صفری که آغاز میشن تا نقطه بی، تا نقطه سی، تا نقطه ختم که به عنوان محصول نهایی به دسترس مشتری قرار میگیرن، ما چی میکنیم؟ ایره مدیریت میکنیم. دوستان اگر شما متوجه باشین، ما در برآورد یا سنجش تلاش به این معناست که اگر ساعت کاری یک کمپانی بر اساس که ما یک سافت‌ویر تولید میکنیم زمان کلیشان 6 ماه باشه، ما افرادی که نیاز داریم در 6 ماه ما میسنجیم و تقسیم کار میکنیم. تقسیم کار ما باید به زمانهایش مشخص بکنیم که پیش از پیش تخمین میزنیم که یک کارمند در روز اگر 4 ساعت کار بکنه، در ظرف 30 روز یا در ظرف 2 ماه میتونه این بخش پروژه رو چکنه تکمیل بکنه. پس تخمین زمان، نظر به ماه، نظر به روز، نظر به ساعت ما رو کمک میکنه تا نقاط ابهام پروژه چی شون از بین برن و پروژه نظر به یک زمان شفاف، واضح و روشن چی شود تکمیل شود. ممکن است اگر که شما این را به عنوان یک طرح کلی در خدمت همه اعضا یا برد پروژه قرار نتین، این باعث میشه که پروژه دچار چالش شون. پس ما به صورت دقیق در بحث پلانگذاری مدیریت محدوده و برآورد یا سنجش تلاش ما کوشش میکنیم که از نقاط کلیدی که ربطی به این موضوعات یا مدیریت دارن ما چی کنیم؟ اشاره بکنیم. دوستان همینطور که ما در قسمت زمانبندی پروژه صحبت کردیم، ما در اینجا برآورد سنجش تلاش در قالب زمان مطرح میکنیم، یعنی تلاشی که در قالب زمان صورت میگیره تا یک کار خاص چشان تکمیل شه، که تلاش در زمان خاص ما را کمک میکنه تا ما بتوانیم اهداف پروژه را به دست بیاریم. دوستان عزیز در ابهام نمانیم، چقدر خوب هست که ما بریم امیر به شکل بسیار مختصر هدف از پلانگذاری مدیریت محدوده و برآورد یا سنجش چی کنیم یک مرور بکنیم. گفتیم که در 7 نقطه یا 7 پروسه میتونیم ما مدیریت محدوده پروژه رو چی کنیم تعریف بکنیم، که یک از نقاط بسیار اساسیش پلانگذاری مدیریت محدوده بود که ما حیطه یا فریم ورک، همان طور که شما در زبان‌های برنامه‌نویسی تو بخصوص در دات نت یک فریم ورک دارین که در فریم ورک مختلف فعالیت‌ها شکل می‌گیره نظر به مو پلتفرم. جمع‌آوری نیازمندی‌ها، نیازمندی‌ها رو باید چی کنیم؟ جمع‌بندی بکنیم، نیازها رو بسنجیم، چه از لحاظ بردی مشورتی، چه از لحاظ ساختاری، چه از لحاظ کارکرد ما نیازها رو چی میکنیم؟ میسنجیم. تعریف محدوده هست، ما محدوده پروژه رو باید تعریف بکنیم با الفاظ بسیار روشن و تعریف این محدوده را خدمت تمام برد مشورتی، برد اجرایی پروژه چی کنیم قرار بدیم. ایجاد ساختار شکست کار، کار از یک حالت کلی خرد بسازیم و تقسیم کار شکل بگیره، نظر به تقسیم کار زمان مشخصا به افراد کلیدی انتقال میکنه تا بتوان در قالب زمان کارهای خود چی کنه اجرا بکنه، که یکی از نقاط بسیار اساسی در پروژه ها هستن و حتی شما میتونید که در پروژه های متعدد استفاده بکنید. ارزیابی است که ما ارزیابی را از لحاظ بودجه، از لحاظ کیفی، از لحاظ کمی در سطح پروژه چی میکنیم؟ مورد بحث قرار میتیم، ارزیابی میکنیم و کنترل میکنیم.
و نقطه بعدی کنترل محدوده بود که ما محدوده پروژه را کارمندا به چارچوب پروژه حرکت میکنه، این محدوده را چیکونه مدیریت بکنه. اگر این محدوده به صورت درستش دوستا مدیریت نشه، ما نمیتونیم که کنترل پروژه را به صورت دقیق تعریف بکنیم. و تعیین باید و نباید ها در سطح پلانگذاری مدیریت محدوده هم بسیار مهم هست که چه کارها باید شون و چه کارها باید نشون. در اینجا باید ها و نباید ها تعیین کننده محدوده پروژه را چی میکنه مورد بازپرس قرار میده. اما در برآورد یا سنجش هم ما یک فوکس کردیم برآورد تلاش ها عبارت از روند تخمین تعداد ساعت کاری مورد نیاز پروژه و تخمین میزان فعالیت های مورد نیاز در هر ساعت بود. برای هر عضو پروژه است که بر اساس آن زمان تکمیل پروژه پیش بینی میشد. بر اساس این تلاش ها که در چارچوب زمان مطرح میشن، ما میتونیم که چی کنیم موفقیت پروژه را در این ساختار چی کنیم رقم بزنیم. که انشاءالله این درس ویدیوی بعدی ما بودن. شما کوشش بکنید پلان گذاری مدیریت محدوده را و برآورد یا سنجش به صورت دقیق مطالعه بکنین تا ویدیوی بعدی و موضوعات بعدی را که ما مورد پژوهش قرار میدیم انشاءالله در خدمت شما خواهد بودیم. خداوند یار و نگهدار شما.